درود به تمام دوستان. همه ما وقتی به زندان فکر میکنیم معمولاً مکانی تاریک با راهروهایی باریک و نگهبانان خشن و همینطور غذاهای کم و افتضاح رو تصور میکنیم. بیشتر زندانهای سراسر دنیا همه این ویژگی‌ها رو دارن و معمولاً مکانی محسوب میشن که هیچکس حاضر به گذراندن حتی یک شب در اونا نخواهد بود. اما همه زندانهای دنیا نیز اینگونه نیستن. در حقیقت بعضی از زندان‌ها در نقاط مختلف دنیا وجود دارند که با توجه به نظارت دولت مکانی راحت و با امکانات فراوان برای مجرمین خود فراهم کردند. در ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی تعدادی از این زندان‌ها بپردازیم که شاید شما هم نیز به اونا علاقه پیدا کنید. شماره 1، زندان باستوی در نروژ. این زندان در جزیره باستوی در کشور نروژ قرار داره و حدوداً 100 زندانی رو در خودش جای داده. این زندان بزرگ امکاناتی نظیر زمین تنیس، زمین اسب سواری و ماهیگیری رو داره. همه اتاقهای این زندان دارای میزهای تحریر، تخت خوابی راحت و کتابخانه هستن و در این اتاقها خبری از هیچ گونه میله آهنی نیستش. شاید پیش خود گمان کنید که احتمالاً زندانی‌های این زندان جرمی کم و جزئی مرتکب شدند، اما سخت اشتباه می‌کنید. همه زندانی‌های این زندان از قاتلین سریالی و بزرگترین کلاهبرداران کشور نروژ هستند که همین امر این زندان رو به مکانی خاص تبدیل کرده. در این زندان اقدامات امنیتی به کمترین شکل ممکن خود هستند و اغلب زندانیان فراموش می‌کنند که در زندان وجود دارند. شماره 2، زندان ملی اسکاتلند. این زندان در جنوب کشور اسکاتلند قرار داره. به دلیل آموزش‌هایی که در این زندان به زندانیان داده میشه، از این زندان به عنوان زندان آموزشی نیز یاد میشه. همه 700 زندانی حاضر در این زندان به صورت هفتگی مجبورن که حداقل 40 ساعت رو صرف یادگیری یک مهارت کنن که بعد از آزاد شدن از زندان از آن مهارت در جهت بهبود زندگی خود استفاده کنند. طبق تحقیق صورت گرفته تقریبا 95% افرادی که از این زندان آزاد میشن دیگه هرگز به کارهای غیرقانونی روی نمیارن، که همین امر نشون دهنده اثر بخشی شیوه مدیریت در این زندانه. تقریبا همه زندانی های این زندان در اسکاتلند این مکان رو به مانند خانه خود میدونن و حتی بعضی از اونها بعد از پایان دوره محکومیت خود حاضر به ترک این مکان نیستن. شماره 3، زندان اوتاگو در نیوزیلند. در این زندان نیز از حداقل امور امنیتی برای محافظت از زندانیان استفاده میشه و زندانیان کاملا در این مکان خوشحال هستند. در این زندان هر یک از زندانیان دارای اتاق خوابی بزرگه که بیشتر شبیه به اتاقهای یک هتل لوکس به نظر میرسن. در این زندان نیز مهارت‌های گوناگونی به زندانیان آموزش شده میشه و دولت از این زندان به نوعی به عنوان یک کارخانه استفاده میکنه. در این زندان مهارت‌های آشپزی، مهندسی و تولید بعضی محصولات دیگه به زندانیان آموزش داده میشه. جالب بدونید که بعضی از محصولات تولید شده در این زندان به کشورهای اطراف نیوزیلند نیز صادر میشه. موضوعی که به شدت هیجان انگیز به نظر میرسه و دولت نیوزیلند به بهترین نحو از این زندانیان نهایت استفاده رو میکنه. شماره 4، زندان لئوبن در اتریش. یک زندان عجیب دیگه که در اروپا قرار داره زندان لئوبنه. در این زندان افرادی وجود دارن که به دلیل جرمهای غیر خشونت آمیز در این زندان دوران محکومیت خودشون رو میگذرانن. اتاقهای این زندان دارای تلویزیون، میز مطالعه و بالکنهای شیشه‌ای هستن. همچنین این زندان تقریبا همه زمینهای ورزشی رو در اختیار زندانیان خود قرار داده و زندانیان آزادانه میتونن به ورزش هایی مانند فوتبال، بسکتبال یا تنیس بپردازن. در این زندان هیچ گونه محدودیتی از نظر ملاقات زندانیان با یکدیگه وجود نداره و زندانیان میتونن در هر زمان با یکدیگه ملاقات کنند.
شماره 5، زندان آرانهوز در اسپانیا. یکی از جذابترین زندان‌های سراسر دنیا بدون تردید این زندانه. در زندان آرانهوز شرایطی فراهمه که زندانیانی که دارای فرزند کوچیک هستن میتونن یک سویت رو به مدت چند سال در اختیار داشته باشن تا دوران محکومیتشون تموم بشه و همچنین فرزندان این والدین از نعمت خانواده نیز محروم نشن. این زندان نیز تمام امکانات ممکن رو در اختیار زندانیان خود قرار میده. خانواده‌های این زندانیان بدون مشکل خاصی میتونن در هر زمانی از این زندان خارج بشن و با محیط بیرون از زندان ارتباط داشته باشن. سویت‌های این زندان دارای تخت خواب، اسباب بازی‌های متعدد و همچنین تمام امکانات رفاهی هستند. شماره 6، زندان چمپ‌دالان در سوئیس. این زندان در گذشته به دلیل اذلام جمعیت معروف بوده، اما با توجه تغییراتی که دولت سوئیس در این زندان اعمال کرد به یکی از لوکس‌ترین زندان‌های دنیا تبدیل شد. این زندان دارای اتاق‌های بزرگ 3 نفره است که تمام امکانات موجود از جمله تخت خواب، حمام و تلویزیون در این اتاق‌ها وجود داره. این زندان محیطی رو فراهم می‌کنه که زندانیان در این مکان کمترین ناراحتی در خصوص زندانی شدن داشته باشند. این زندان بیشتر شبیه به آموزشگاه‌های بازپروریه و به بازگشت هرچه بهتر محکومین به جامعه بسیار کمک می‌کنه. شماره 7، زندان JVA در آلمان. در این زندان که در شهر هامبورگ قرار داره، اغلب زندانیانی وجود دارند که باید دوران محکومیتی طولانی رو بگذرانند. زندانیان در این زندان دارای اتاقهایی هستند که مجهز به تخت خواب، حمام، میز مطالعه، تلویزیون و کتابخانه هستند. همچنین اتاق کنفرانسی در این زندان برای جلسات هم اندیشی بین زندانیان وجود داره و محکومیان هر زمان که بخوان میتونن جلساتی رو برگزار کنن و پیشنهادات خودشون رو در جهت بهبود زندگی خود در این زندان ارائه بدن. در این زندان نیز بخش‌های مختلفی در جهت سرگرم کردن زندانیان در نظر گرفته شده. این زندان همچنین به دلیل شکل ساختمان و محیط سرسبز پیرامون خود نیز معروفه. شماره 8، زندان سولنتونا در سوئد. یکی دیگه از زندان‌های لوکس دنیا، زندان سولنتونا در کشور سوئد. در این زندان امکاناتی وجود داره که حتی ممکنه اونها در بعضی از لوکس‌ترین هتل‌های دنیا نیز وجود نداشته باشن. این زندان دارای بخش‌هایی مثل سالن ورزشی، کتابخانه، آشپزخانه و بخش‌های تفریحی دیگر است که زندانیان میتونن از هر یک از اونها استفاده کنند. اتاق‌های هر یک از زندانیان دارای تلویزیون، تخت خواب و تمام امکانات رفاهیه. این زندان محیطی امن و راحت رو برای ساکنین خود فراهم کرده. اگر میخواید زندگی در این زندان رو تجربه کنید، فقط کافیه که در کشور سوئد جرمی مرتکب بشید. شماره 9، زندان هالدن در نروژ. زندان هالدن به علت اینکه توسط فضای سبز زیادی احاطه شده، به عنوان یکی از زیباترین زندان‌های دنیا نیز شناخته میشه. در این زندان زندانیان دارای اتاق‌های سرگرمی، اتاق کنفرانس و سایر امکانات رفاهی هستند. همچنین در این زندان کلاس‌های متفاوت در جهت آموزش مهارت‌های مختلف به زندانیان برگزار میشه. یه اتاق ویژه نیز مختص به بازی‌های ویدیویی کامپیوتری برای زندانیان وجود داره و اونا میتونن بدون محدودیت زمان خود را با هر یک از این سرگرمی‌ها سپری کنن. از این زندان به عنوان یکی از انسانی ترین زندان‌های دنیا یاد میشه. این زندان آرزوی هر مجرمی در کشور نروژه. شماره 10، زندان سیبو در فیلیپین. شاید زندان سیبو امکانات و ویژگی‌های زندان‌های قبلی رو نداشته باشه، اما از نظر سرگرمی و اهمیتی که به زندانیان این زندان داده میشه، به عنوان زندانی منحصر به فرد از اون یاد میشه. در این زندان که به عنوان مرکز بازپروری نیز از اون استفاده میشه، زندانیان زمان خودشون رو صرف رقص و موسیقی میکنند.
در زندان سیبو گروه‌های رقص زیادی وجود دارند که بعضی از اونها در کشور فیلیپین بسیار محبوب نیز هستند. زندانیان میتونن با هر نوع موسیقی که میخوان رقص خودشون رو اجرا کنند. از این جهت شاید میشه گفت که این زندان خاص‌ترین زندان در دنیا به شمار میاد. شماره 11، زندان سن پدرو در بولیوی. نمیشه گفت که سن پدرو مجهزترین زندان در دنیا به حساب میاد، اما به دلیل قوانین امنیتی محدود و مجاورت با محله پرجمعیت میشه از این زندان به عنوان بهشت مجرمین یاد کرد. این زندان به قدری بزرگه که شبیه به شهری کوچیک به نظر میرسه. فروشگاه‌های متعدد و بازاری شلوغ در این زندان وجود داره. نکته جالب راجع به این زندان اینه که زندانیان میتونن تا پایان دوران محکومیت خود به کار در این بازار بزرگ مشغول بشن و حتی درآمدی محدود نیز داشته باشن. این زندان یکی از مکانهای مهم در کشور بولیوی به حساب میاد و سالانه گردشگران زیادی نیز از این زندان ویژه بازدید میکنند. و شماره 12، زندان پاندوک بمبو در اندونزی. این زندان که در شهر جاکارتا واقع شده، زندانی مخصوص بانوانه و به عنوان یکی از بهترین زندان‌های دنیا شناخته میشه. در این زندان کلاس‌های آموزشی متعددی برای بانوان برگزار میشه که از جمله اونها میشه به خیاطی، مجسمه‌سازی، آرایشگری و موارد دیگه اشاره کرد. همچنین در این زندان روش‌های پیشگیری از شیوع بیماری ایدز به زندانیان آموزش داده میشه. زندانیان این زندان معمولا مرتکب جرم‌های مالیاتی و اخلاقی شدند که البته اوقاتی خوش را در این زندان سپری می‌کنند. خب اینم 12 تا زندان لوکس و لاکچری بود. به نظر شما از این 12 تا زندان کدومشون از همه جالب‌تر یا عجیب‌تر بود؟ لطفاً کامنت بدید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره و در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.